به ادامه محور خوش آمدید. نام زهرا جویا، بانوی خبرنگار افغان، در میان 12 زن سال در مجله تایم برگزیده شده است. او که اکنون با گروهی از زنان دیگر در بریتانیا به سر می‌برد، سرگرم کار خبرنگاری و کار درباره حقوق بانوان است. در میان 12 زن سال در مجله تایم لندن، هنرمندان، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و شاعران نیز هستند. زهرا جویا دانش آموخته حقوق و علوم سیاسی، بانوی خبرنگار است که بیش از 10 سال در رسانه‌های گوناگون در افغانستان کار کرده است. مجله تایم لندن نام او را در میان 12 زن سال جا داده است. فوکس ما روی مزات زنان افغانستان هست. بیشتر کارهای ما روایت‌های زنان است. بانو زهرا با گروهی از زنان در رسانه رخشانه که در سال 2020 بنیاد نهاد شد، سرگرم کار است. او میگوید هرچند در بریتانیا به سر میبرد، اما برای حقوق بانوان افغان کار میکند. یک پیامی که ما امروز گرفتیم وی است که زنان افغانستان هنوز فراموش نشده و زنان افغانستان هنوز کار کردش دیده میشه. من از لحاظ خیلی خوشحال هستم. برخی از همکاران اومی افزایند که باستاب ویژه چالش های موجود سد راه زنان و دختران در افغانستان یکی از دلایل این موفقیت زهرا است. با اندکترین امکانات مالی و انسانی توانسته که گزارش های بسیار خوبی را تولید کنه که باعث موفقیت آنها شده است. بر بنیاد گزارش ها با سقوط حکومت پیشین 70% از بانوان خبرنگار کارهایشان را در افغانستان از دست دادند و شمار زیادی دیگر آنها کشور را ترک کردند. زهرا جویا خبرنگار و بانویی که از سوی مجله تایم جزو 12 زن سال انتخاب شده با ما خوشبختانه همراه است. بانو جویا سلام بر شما، وقتتان بخیر، به برنامه خوش آمدین، موفقیتتان را برتان تبریک میگم. بسیار تشکر، سلام به شما و بیننده های محترمتان. تشکر، سلامت باشین. چه زمانی خبر شدین از این دستاورد؟ من یک هفته پیش از اینکه مجله تایم را اعلان کنن همراه خانم انجلا جولی یک مصاحبه داشتم، یک انترویو. پیش از اینکه اعلان شد برما گفته بودن که نام خودت این لیست است. چه حسی داشتین؟ حس خوب، به این خاطر حس خوب که در شرایط بسیار سختی که زنان افغانستان اکثران در حصر خانگی به سر میبره و این عنوان به ما آمده، من خوشحال هستم، حداقل به این دلیل که صدای زنان افغانستان و کارکرد زنان افغانستان دیده میشه و شنیده میشه. فکر میکردین که انتخاب شوین و چنین دستاوردی را در پیش رو داشته باشه؟ ما هیچ وقت زیاد به این لقب و این دستاوردها زیاد فکر نمی کردم، هنوزم نمی کنم، ولی آنچه که برای ما بسیار مهم است است که ما با دینیمیت شرایط سختی که فعلا هستیم باید اطلاع رسانی کنیم، باید صدای زنان افغانستان را تقویت ببخشیم. به او خاطر ما از اینکه کار خود را یعنی خودم مطمئن هستم کار خود را به درستی انجام میدم خوشحال هستم. بله. فکر میکنین که حتما چند تا دلیلی وجود داره برای کار که شما انتخاب شدین که میتونین نام بگیرین؟ من فکر میکنم یکی از چیزهایی که بر من این مدت 6 ماهی که ما از افغانستان بیرون شدیم، من یک روزم دور نماندم از اوضاع افغانستان و پوشش دادم و خوشبختانه ما با همکارای خوب ما در رسانه رخشانه گزارش های تحقیقی را نشر کردیم. اولین گزارشی که ما با روزنامه گاردین نشر کردیم در مورد، هرچند که در قسمت تظاهرات زنان بود، تظاهرات های زنان، و اولین گزارشی که بسیار تکان دهنده بود، بعد از چندین گزارش دیگه از سوی رسانه های بین المللی منتشر شد، گزارش ما بود که از یک فامیلی که 70 خانواده شامل میشه در ولایت هرات که گرده هایشان را میفروختند در یک وضعیت بحرانی افغانستان، که من فکر میکنم اینی دلایل بوده که ما تانستیم در اینجا در این مرحله برسیم و روز مجله تایم مرا به عنوان یکی از زنا معرفی کرده باشه. بانو جویا،
اگر روی برنامه کوتاه مدت و دراز مدت تان بین صحبت بکنیم، در کوتاه مدت و در دراز مدت برای چی مبارزه میکنین؟ چی میخواین؟ ببینین، ما همیشه با خاطر برابری جنسیتی بسیار زیاد مبارزه کردیم و تا حال رم و امیدوار هستم که بعد از این بتانیم مبارزه کنیم. ما یکی از اهداف ما حقوق برابر زن و مرد هستن و متاسفانه چیزی که در افغانستان بسیار زیاد است. ما امیدوار هستم که ما بتانیم دینیم تو مقطع زمانی بسیار سخت بتانیم با زنان افغانستان کار کنیم، ما روایت های زنان افغانستان را مستند بسازیم، یک بخش از تاریخ را که حداقل موضوع زنان افغانستان به حاشیه رانده نشود. بسیار خوب، شما در سال 2020 رسانه رخشنه را تأسیس کردین، از او به ما بیشتر بگوین، این فکر از کجا آمد، ایده تأسیس از او و چی میخواستین؟ آیا با او خواسته هایتان رسیدین یا نه یک بخشش از حالا که ما میشنویم؟ در قسمت رسانه رخشنه نامش هم از رخشنه دختری که در سال 2015 از سوی گروه طالبان در ولایت غور سنگسار شد گرفتیم. ما خوشبختانه با خانوادهشان هم صحبت کرده بودیم و زمان با دهاز امنیتی، نمیخوایم در این مورد دیتیلز بتون بر شما. و بله، ما یک هدف بسیار کوچک داشتیم، البته هدف ما ویژه بود. ما میخواستیم که موضوعات زنان افغانستان بسیار زود از ذهنها از افکار عمومی حذف میشه. ما خواستیم که این پلتفرم را ایجاد کنیم، زنان افغانستان با همدیگه حرف بزنن. یکی از درخواست های ما از زنان می بود که بیاین با همدیگه از طریق نوشتن گفتگو کنیم، ببینیم که چه مشکل ما چی است، بیاین به خاطر راه حل خود مشکلاتی که هست وجود داره بر از راه حل بسنجیم. باز این را ایجاد کردیم، یک بخش. بخش دومی بود که ما تصمیم گرفته بودیم که دخترانی خبرنگار تازه میخواین خبرنگاری یاد بگیره، با اونا به صورت تجربی کار کنیم و بر از اونا درس بدیم چگونه مثلا میتونن خبرنگار روش های خبرنگاری را درستر بیاموزن و در کارشان حداقل با چالش ها مواجه نشن. خوشبختانه در یک سال گذشته، در سال نوامبر 2020 ما شروع کردیم کار را. ما حداقل 3-4 تا از دخترایی را که میشناسم که با ما کار کردن، اونا خوشبختانه حالا میفهمن که رویش گزارش نویسی، خبر نویسی چگونه است و با رویش ابتدایی ژورنالیسم تقریبا اونا آگاهی پیدا کردن. و بحث دومی بود که ما با هم دیگه گفتگو کنیم و صحبت کنیم در اینجا، ولی با وضعیتی که پیش آمد، با سقوط کابل، پلانای ما یک تغییرات زیادی آمد. بعد از او باز ما آمدیم فوکس اصلی ما روی وضعیت زنان و پوشش موضوعات زنان را تمرکز کردیم و فعلا هم با رسانه های مثل گاردین، مثل The Fuller Project و همچنان مثل رسانه های بین‌المللی که تازه یک گزارش ما هم با فارین پالیسی نشر شده، با اینا صحبت نکنیم که صدای زنان افغانستان بیشتر تقویت شود. بانو جویا، در مورد حالا این بخش هم تا به بخش دیگر صعود بکنیم، یک پرسش هست، این است که شما از افغانستان بیرون شدین، آیا فعالیت های شما محدود شده یا اینکه نه هنوزم میتونین از مجراهای مختلف یا گسترده تر شده برای فعلا؟ راستش برتان بگویم این است که بسیار محدود شده، دسترسی به اطلاعات به نهایت محدود شده. هم رقمی که شما در جریان هستین، خبرنگارای زیادی هنوز هست که نمیتونن با نهادهای مثلا سخنگویانی گروه طالبان که در هر اداره هستن تماس برقرار کنن. یک مشکل وجود داره، هنوز ما با محدودیت های بسیار زیاد مواجه هستیم، خصوصا کسایی که در بیرون از افغانستان هست. به نظریم گروه طالبان کدام پالیسی حتما روی دست گرفته که به سوالات و تماس های از اونا پاسخ نمیدن. بسیار اغلب اوقات هم تیر قصه بوده. ما امیدوار هستم که دسترسی به اطلاعات را گروه طالبان جدی بگیرن و حداقل به خبرنگارا از آنچه که در افغانستان اتفاق میفته را اجازه بدن که ما گزارش های ما یک طرفه نشر نشه. ما اجازه بدن که آنچه که مردم میگه و بعد آنچه که طالبان میگه، ما نور هر دویش را داشته باشیم و توازن گزارش در نظر گرفته شد. اگر خودشان
با ما صحبت نکنن، اگر دسترسی به اطلاعات را اونا جدی نگیرن، بدون شک گزارش های ما متوازن منتشر میشه و ما آنچه که مردم میگه و آنچه که شاهدای عینی و مخاطبان ما میگه منتشر میکنیم، ولی از طالبان چون خودشان نخواسته چیزی ما در گزارش اضافه نمیتانیم. بانو جایا، شما که حال در بیرون هستین به سر میبرین، افغانستان چطور نگاه میکنن از اونجا؟ مسائل افغانستان چقدر اونجا بحث میشه و فکر میکنین آینده امیدوار کننده برای افغانستان در انتظار است؟ ببینین، جهان فعلا مصروف یک بحران دیگه است، بحران جنگ اوکراین و روسیه. آنچه که بسیار مهم است موضوعات حقوق بشری هست. خوشبختانه یک 7 یا 8 سازمان بین المللی انترنشنال اینا یک ائتلاف ایجاد کردن که اعلان کردن که ما نقص گسترده حقوق بشر که در افغانستان وجود داره و حقوق زنان همینطور اینا رو مستند سازی میکنیم، ما روی از اینا روایت سازی میکنیم، که یه بخش مهمترین بخشی که بسیار مورد تمرکز قرار داره موضوع حقوق بشر است و موضوع بحران انسانی که فعلا در اثر گرسنگی و فقری که در افغانستان وجود داره سوی مردم و نهادها و رسانه ها در نظر گرفته شده. انتخاب شما در شرایطی است که زنان از امارت اسلامی خواسته های دارند و یکی از دغدغه های کلان هم در داخل شده هم در سطح بین المللی، پیام مشخصا چی است؟ ما بگذارین یکم طولانی تر بگویم اگر وقت داشته باشیم. ما در سال 2019 با آقای مولوی حنفی که او زمان رئیس معاون دفتر سیاسی قطر طالبان بود در مسکو یک گفتگو داشتم، مصاحبه کردم. ایشان به ما گفت که ما دقیق سوالی که مثلا امروز برش اکثریت زنان است او زمان پرسان کردم که اگر شما بیاین روی کار آیا به دختران اجازه میتین، آیا اینا را اجازه میتین که به مکتب میره؟ گفت بله، ما بدون شک بر دخترای افغانستان اجازه میتیم. ولی متاسفانه چنین نشد. وقتی که طالبان آمد زنان افغانستان کلن خانه نشین شدن، از کار منع شدن، از دانشگاه رفتن و مکتب رفتن منع شدن. ما میخواییم که هرچند که ما خیلی موافق نیستم که با آقای حنفی حالا سلام برسانم، ولی برای آقای حنفی خواهش ما ایست که میگم که با عنوان یک انسانی که چهره ملایمتری از گروه طالبان هستی، لطفاً با متعهدی که کرده بود خودت که فعلا در یک جای خوبی هم قرار داری، در جای قدرت زیاد داری، روی موضوع آموزش حقوق زنان و همچنان کار زنان و آزادی های زنان یک مقدار محدودیت را کم کنین. لطفا یک مقدار به زنان اجازه بدین که اونا آزادی های خودشان را داشته باشن مثل انسان های قرن 21 زندگی کنن. یک موضوع دیگه که در این شرایط، البته چند نشست که برگزار شد، نشست اسلو بود، نشست مالا اتحاده اروپا بود در مورد زنان، و میخوایم از شما بپرسم مشخصا از زنان کی نمایندگی کرده میتونه؟ آیا این مهم هم هست؟ ببینین، جامعه زنان افغانستان همرقم که جامعه افغانستان یک جامعه متنوع است، متشکل از اقوام مختلف، از گروه های مختلف. جامعه زنان افغانستان عین قصه را داره. من فکر میکنم که هر زنی که بدون از کدام منفعت شخصی یا بدون از ای که زنان افغانستان را در نظر نگیره، اگر یک زن باشه من فکر میکنم که او اجازه داده نشه. اما مصلحت های جمعی را اگر کسی در نظر نگرفته نباید براز اجازه داده نمایندگی کنه. ولی در هر بخشی از زنان، چی در جامعه رسانه‌ای، چی در جامعه هنر، در گروه های مثلا سیاسی، حقوقی، هر بخشی که باشه، هر زنی که برای آینده جمعی و برای سرنوشت جمعی زنان صحبت میکنه، من فکر میکنم اونمون نماینده زنان است. و من فکر میکنم هر کسی که اگر بر خودش فرصت داره، پلتفرم داره، صحبت میکنه، خواهش ما از تمام زنان عموم و زنان افغانستانی است که لطفاً به حقوق جمعی و سرنوشت جمعی باور داشته باشین و احترام بگذارین. بسیار خوب. به عنوان پرسش اخیر، آینده که بر سر زنان قرار گرفته چگونه یک آینده است؟ آیا دشواری های زیاد داره یا اینکه نه، امیدواری ها را شما فکر میکنین که دیده میشه نشانه هایش؟
ببینین، من فکر میکنم که هر مقطعی از تاریخ یک چالش هایی داره، اما ای خوشبختانه این چالش دیر دوام نمیاره و من امیدوار هستم که حداقل طالبان اگر به عنوان یک گروهی که فعلا حاکمیت را در دست گرفته و هم تعهداتشان پایبند باشد، تعهداتی به جامعه جهانی داده، تعهدات انسانی خودشان. ما ببینین گزارش های نشر میشه که دخترها و زنان خود رهبرای طالبان در جاهای بسیار خوب درس میخوانن، اونا پیشرفت میکنن، کار میکنن، ولی زنان افغانستان چرا منحصر در حصر خانگی بسر ببره، چرا زندانی باشن؟ ما امیدوار هستم که هرچند در این شرایط سخت امیدوار بودن بسیار سخت است، چون ما ببینین که نصف جمعیت زن افغانستان امیال از درآمد اقتصادشان را از دست دادن، آزادی هایشان را از دست دادن، اعتراضاتشان سرکوب میشه، شکنجه میشه. ای بسیار دردآور است و ما نمیتونیم امیدوار، بسیار زیاد امیدوار باشیم، ولی ما فقط خواهش ما ای است از طالبا که لطفا بیاین یک مقدار انسانی فکر کنین و به زنان بیشتر اجازه بدین که دوشا دوش شما در ادارات کار کنه، سهم بگیره در بازسازی افغانستان و استعدادی که ما فکر میکنم دخترای افغانستان داره کمتر از پسرها و مردای افغانستان نیست. بانو جویا، از حضورتان سپاسگزارم در برنامه. بسیار تشکر. موفق باشیم. ادامه محور، پروشندگان ظرفهای سفالی از آنچه که کمرنگ شدن کاروبارهایشان میدانند سخن میزنند. ظرفهای سفالی به گونه سنتی در ولسوالی استالف ولایت کابل ساخته میشوند. به گفته سفالگران، آنان این کار را از پدرانشان آموختند. بازار در ولسوالی استالف کابل که در آن ظرفهای سفالی با رنگهای گوناگون به چشم میخورند. برخی از سفالگران میگویند که سفالگری پیشه‌ای است، پیشینه آن به 400 سال پیش برمیگردد. عبدالوکیل 55 ساله بیشتر از 40 سال است که سرگرم کار سفالگری است. همراه پای اولغت میشن، 300 یک نفر اولغت میکنه، بعد از او بازی در پلاستیک میپیچانه میبانیم بر سبا. سبا ساعت 8 یا 9 بجه که شد هوای از گرم شما را خوشون خنک است. باز میاییم سر دستگاه میبریم، باز گله مالش میکنن، شاگرد بر ما میسازیم. بیشتر سفال فروشان ظرف های سفالی را در انواع و رنگ های گوناگون در خانه هایشان میسازند. اما فروشندگان میگویند که با آنکه برای ساختن ظرف های سفالی زحمت زیاد میکشند، اما آن را به بهای ناچیز میفروشند. قیمت هایش مختلف است، یه از سر 30 پس جنسی که مجور میکنم تا 2.5 است که داغ سپایگی که نداره. ظروف سفالی افزون به طرفدارهای داخلی، علاقمندان خارجی نیست در افغانستان داشته و در سالهای پسین گردشگران از خریداران ویژه این ظروف به شمار می رفتند. اما با گفته فروشندگان، تحولات پسین بازار این کسب را نیز کمرنگ ساخته است. سابق خوب بود، بعضی هم آمدن یا به خارج می بردن یا به تزیینی خانه های خود می بردن، اما حالا فعلا هیچ کسی نیست. بعضی اگر کدام تصادف پیدا می شه یک دانه کاسک برای مصرف خانه خود بگیره. اما مردمی که از این بدر استفاده میکرد اون مردم نیستن، کلش یا خارج رفت هر سونه که رفت. مقصد حالی دمو خود ولایت های افغانستان میره میخرن بسیار اونو کم بیش. بازار استالف به گونه سنتی و قدیمی ساخته شده است و بیش از 100 سال می شود که در اینجا ظرف های سفالی ساخته می شوند. یونیسف با نگرانی از اوضاع بد کودکان در افغانستان میگوید که برای کمک به کودکان در افغانستان به 2 میلیارد دلار نیاز است. صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد میگوید که از 2 میلیارد دلار که از کشورهای جهان برای این صندوق درخواست شده بود، تنها 15% آن جمع‌آوری شده است. در این میان کودکانی که در اوضاع بد اقتصادی و بهداشتی به سر میبرند، از نهادهای مدد رسان خواهان کمک‌های بیدرنگ بشری هستند. اشک‌های کودکانه ای از بحر فقر و تنگ دستی می ریزند. پدر این چهار کودک 4 سال پیش و مادرشان 2 سال پیش جان باختند. این کودکان بی سرپرست اکنون در این گوشه پایتخت در این ویرانه تنها زندگی می کنند. قوم خیش ندارند، بی سرپرست، دیگه کم توان هستند. سمیرا از نگرانی های آینده اش درباره خواهران کوچکش به ما می گوید.
مرد تشویشی هستم که آیندهشان چی میشه، ندارم نه قلم نه پیسه ندارم که برشان قلم در مکتب در درس بانمشان از توانم نمیشه. تا قمایق بود تو گرفتم من خوارم رفت از همسای ما پیسه گرفت برم دوا خرید. همزمان با این صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد میگوید که از میان 2 میلیارد دلاری که این صندوق از جهان درخواست کرده بود تنها 15% آن گردآوری شده است. به اندازه که کمک میشه اونمو اندازه میرسه برای مردم یا خیر؟ به او اساس وقتی که ما طرف ملل متحد میم در افغانستان هم این سوال موجود بود که مصرف ملل متحد یا مصارف اداری ملل متحد خیلی بالا میباشه. در ماه‌های پسین نهادهای گوناگون جهانی از بدتر شدن اوضاع اقتصادی در کشور ابراز نگرانی کرده‌اند. بر بنیاد یک فرمان تازه رهبر امارت اسلامی نزدیک به 30 تن در بخش‌های گوناگون به شمول رهبری وزارتخانه‌ها گماشته شدند. به گفته مسئولان هدف از گماشتن افراد تازه در بدنه حکومت بهبود ارائه خدمات در کشور است. با این حال برخی از آگاهان با انتقاد از گماشتن افراد وابسته به امارت اسلامی میگویند که به افراد مسلکی و با تجربه دیگر نیز باید در بدنه حکومت سهم داده شود. بر بنیاد یک فرمان تازه مولوی هبت الله خونزاده 28 تن در سمت‌های بلند حکومتی گماشته شدند. بر بنیاد این فرمان عبدالولی همچون سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی، امیرخان حقانی همچون فرمانده قلوردی 209 الفت، حاجی مالی خان به حیث معاون رئیس ارتش، مولوی مخدوم عبدالسلام سعادت همچون معین وزارت کار و امور اجتماعی و نیز مولوی دین محمد حقبین به حیث معین اداری و مالین و وزارت گماشته شدند. مسلکی کسان استخدام سی دلت مسلکی با تقوا با ایمان خلق سری غیر مناسبان نه صدق مسلکی جایی که دوی تین سی. گماشتن افراد تازه در بدنه حکومت در حالی است که پیش از این برخی از شهروندان کشور از گماشتن تنها افراد وابسته به امارت اسلامی در پست های بلند حکومتی انتقاد کردند. به باور برخی از آگاهان به افراد دیگر کشور که وابسته به امارت اسلامی نیستند نیز باید سهم داده شود. لازم است که کسانی که از تحریک طالبان نیستند و از اقوام مختلف هستند در صدر حکومت چهره هایشان دیده شود و زنان برایشان مسئولیت های بالا داده شود که کار کاملا اسلامی است. این سبب خواهد شد که اعتماد مردم به حکومت محکم شود. امارت اسلامی افغانستان باید تعریف حکومت اما شمول بدن و تخصص بدن را به طور واقعی به ملت افغانستان ثابت بسازد. گماشتن افراد تازه در بخش‌های گوناگون حکومتی در حالی است که پیش از این نیز بر بنیاد یک فرمان دیگر رهبر امارت اسلامی نهادهای گوناگون حکومتی به شمول وزارت داخله، شماری از ولایت‌ها به شمول پایتخت گواه گماشتن افراد تازه بودند. رئیس استخبارات ننگرهار میگوید که عبدالرحیم مسلم دوست یکی از اعضای مهم شاخه خراسان داعش خودش را به نیروهای امارت اسلامی تسلیم کرد. رئیس استخبارات ننگرهار از داعشیان میخواهد تا از فعالیتشان دست بردارند. در این میان عبدالرحیم مسلم دوست میگوید که پیش از بیعت کردن با گروه داعش عضو امارت اسلامی بوده و پس از این در صف امارت اسلامی به مبارزه اش ادامه خواهد داد. مسئولان شفاخانه حوزه‌ای بو علی سینای بلخی در مزار شریف از افزایش بیماران عصبی و روانی در 6 ماه پسین خبر می‌دهند. آنان می‌گویند که در 6 ماه پسین بیش از 8000 تن برای درمان به بخش رواندرمانی این شفاخانه مراجعه کردند که از این رقم تا 5% افزایش یافته است. مسئولان بخش صحت روانی شفاخانه دولتی بلخ مشکلات اقتصادی، بیکاری و اختلاف‌های خانوادگی را از علت‌های بنیادی افزایش بیماران عصبی و روانی می‌دانند. اینجا بخش روان درمانی بیمارستان دولتی بو علی سینای بلخی در مزار شریف است. شمار بیماران عصبی روانی در ماه‌های پسین بیشتر شده‌اند. تمامی بسترهای این بیمارستان پر از بیمارانی هستند که برای درمان آمده‌اند. مسئولان بخش درمان عصبی روانی این بیمارستان می‌گویند که بیکاری و ناداری سبب افزایش بیماران عصبی روانی شده‌اند. تا 6 ماه 8590
مریضی که مشکلات روانی و عصبی داشتن مراجعه کردن که از اون جمله 1244 مریض ما چیکم داخل بستر گرفتیم که از جمله 1244 مریض ما 586 مریض ما مریضایی بوده که مشکلات عصبی داشتن و 435 مریض ما بوده مریضایی که مشکلات روانی داشتن. کسانی که برای درمان به این بیمارستان آمدند میگویند که بار سنگین جنگ و ناداری آنها را به چنین حالت رسانده است. هرچند شماری از این بیماران میگویند که زمینه درمانشان در کشور اندک است، اما مسئولان صحت بلخ از تلاش ها برای درمان این بیماران سخن میگویند. در طول خدمات سخن مستحرن کو اولیدن کو اولی الله الهم که اوایو په د پیسبی پکچه کسل پیسدنی نوی پیسدا خدمات نورمال خدماتونه پکشی روان دي یو هیڅ یو نو سبتگی په خدماتو کې نسته. آمار بخش صحت روان بیمارستان بوعلی سنایی بلخی نشان می‌دهد که در 6 ماه پسین بیش از 4000 زن نیز به علت مشکلات اقتصادی و خانوادگی به بیماری عصبی روانی دچار شده‌اند. 850 مریض در بستر است. خودش نمایانگر عزیز که خدمات اینجا سطح پوششش بلند رفته ای است که مراجعینی که میایه دوای مجانی برشان داده میشه، غذا برشان خوب شده، بازپرسی میشه، نارسایی‌هایی که در قبال مریض بود و یک مقدار اصلاح شده. 14 جنگ در کشور افزون بر زیان‌های اقتصادی و اجتماعی پیامدهای بدی بر سلامت جسمی و روانی شهروندان بر جا گذاشته است و پزشکان میگویند که با افزایش بیکاری احتمال افزایش بیماران روانی در کشور وجود دارد. برنامه محور ادامه دارد اما پس از میان برنامه کوتاه.